به نام آنکه جان را فکرت آموخت. آغاز می‌کنیم دومین جلسه کلاس حافظ که در این نوبت می‌پردازیم به آشنایی با نسخه های حافظ و تصحیح های حافظ و شرح های حافظ. ممکنه الان این اصطلاحات در ذهن شما تفکیک نباشه، ولی در پایان این نشست امیدواریم که یه تفکیک ذهنی از اینها در ذهن شما شکل گرفته باشه. برای توضیح این سه موردی که عرض کردم، نسخه و تصحیح و شرح، ما کمی به عقب بایستی برگردیم. امروز دنیا از چاپ هم گذر کرده، ولی که چاپ به صورت جدیدش حدود 600 سال پیش دیگه داره، 600 سال میشه، 5-6 قرنه که وارد دنیا شده و خب تحولات بی نظیری در دنیا ایجاد کرد. همه این دنیای مدرن یه بخشیش اصلا برمیگرده به این تحولی که در چاپ ایجاد شد، و من همیشه در ذهنم اینو با اینترنت مقایسه میکنم. در واقع تجربیات بشر سرعت انتقالش با چاپ بیشتر شد، همون اتفاقی که در اینترنت افتاده، و دقیقا شبیه به همین اتفاق در اون موقع هم افتاد که عده‌ای که توهمات توطئه داشتن، عده‌ای که از هر چیز جدیدی میترسیدن، عده‌ای که از تغییر میترسیدن، مقابل چاپ هم ایستادن و نذاشتن که این محصول وارد کشورشون بشه. و چه ما چه عثمانی، خیلی از کشورهایی که به اصطلاح بعدن جهان سومی شدن، این مشکل رو داشتن. ببینید چاپ که اومد، خب کتاب ها سرعت تکثیرش خیلی زیاد شد و در یه سری از این کشورهایی که عرض کردم از جمله ما وایسادن جلوی این صنعت چاپ و طبیعتا دیرتر وارد این روند شدن. وقتی چاپ اومد، اصولا کتاب های مقدس اول به چاپ سپرده می شد، عهدین به اصطلاح، تورات و انجیل و اینا، و در مسلمان ها هم قرار بود که قرآن چاپ بشه، چون کتاب بود که بیش از همه مراجعه می شد بهش، و متاسفانه عده‌ای ایستادگی کردن و نذاشتن که این کار انجام بشه، و تا قرنها بعد که دوباره زمان عباس میرزا و اینها ما که حدود کمتر از 200 ساله دوباره این صنعت چاپ وارد ایران شد. حالا قبلش در کشور مجاورمون مثل هند بود، برای همین اولین دیوانهای شعری ما هم تو هند چاپ شد. خب قبلش چجوری بود اگر کسی میخواست کتابی رو بخونه؟ اولا که عده با سواد خیلی کم بود، اصلا اونقدر نیاز نبود، و اون عده هم که میخواستن بایستی که میدادن به یک کسانی به اسم کاتب یا خودشون اگر بلد بودن، چون اینام دو تا مقوله بود، نوشتن و خواندن. توانایی خواندن باز بیشتر بود تا نوشتن. بسیاری آدم ها بلد بودن بخونن، ولی دیگه نوشتن بلد نبودن. زنها رو عموماً تا همین اواخر اجازه خط پیدا کردن نمیدادن. باز این هم از همون قشرگری هست، برای ما عجیبه ولی رایج بوده، حتی تا نسل مادر بزرگای خودمون بعضن توشون بودن که نمیذاشتن که یا باسواد بشن یا دیگه بنویسن، و کار کتابت رو میسپردن به یه کسانی به اسم کاتب. مثلا شما اگر دیوان حافظ میخواستید، میرفتید و به یه کاتبی پول میدادین، میگفتین اینو براش از روی این دیوان حافظ یه دونه بر من بنویس و تحویل من بده، و یا خودتون رو نویسی میکردین که این کمتر بود. خب
در این فرایند نوشته شدن و کتابت یه مشکلی که پیش می اومد این بود که کاتبا یا گاهی حوصله‌شون سر می رفت، یا گاهی چشمشون نمی دید، یا گاهی بی سواد بودن، چیزهایی می افتاد و چیزهایی دچار تحریف می شد و یا کم و زیاد می کردن به اون متون. همه دیوانهای شعری قدیم ما کم و بیش این مشکل درش هست که کاتبان درش تحریفهایی ایجاد کردن. اگر شاعر پرخواننده‌ای بود و دیوانش هم کم حجم بود، اصولا شعر بهش اضافه می کردن. همینه که مثلا دیوان حافظ تا دو برابر هم گاهی روایت شده. به همین ترتیب شاهنامه، بعضی داستانهایی که فردوسی نهی برده در اون متن رو افرادی پیدا شدن و اونها رو بهش افزودن و به همین ترتیب هی این تحریف ها پیش میمده. مشکل دیگه این بوده که زمانه که عوض می شده، زبان اون آدم ها هم به مرور عوض می شده و بعضی چیزهایی که آدم ها و اون کاتبا می خواستن بنویسن براشون نامأنوس بوده و به همین جهت اونا رو تغییر می دادن و تبدیل میکردن به چیزایی که خودشون راحت تر بفهمن و به زبان زمانشون نزدیک بوده. حتی گاهی کاتب خودش متوجه میشده که مثلا فلان کلمه یعنی چه، ولی برای خوش آمد مخاطبش اونو یه چیز ساده تری در متن میذاشته. مثلا در همون غزل اول دیوان حافظ، علاوه ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، بیتی هست که مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. اینو بعضی از کاتبا امن عیش رو متوجه نشدن. امن عیش یعنی امنیت خوش بودن، جمعیت خاطر داشتن برای عیش کردن و لذت بردن. آدم یه جایی هست داره لذت میبره ولی امن نداره. جایی دیگه میگه حافظ از چهار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک، امن و شراب بی غش، معشوق و جای خالی. این امن عیش رو نفهمیدن و کردنش چه امن و عیش یا چه جای عیش هستن یا چه جای امن. چرا؟ چون به نظرشون اون نامعنوس رسیده یا خواستن مخاطبشون بفهمه. و این رفته در یه نسخه ای و دیگه همینجور روایت شده. یا یه جایی که وزن شعر دوچاره یه حالت سکته ای بوده درستش کردن، این به خصوص در مثلا شعر رودکی و اینا خیلی هست که یه جاهایی بعدن دیگه وقتی میخوندن اینا به نظرشون ثقیل میمده و اینا رو درستش میکردن یا به نظر خودشون روون ترش میکردن. استاد شفیعی مقاله نوشتن در نسخه قدیم این شعر سعدی که هممون حفظیم که بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، کس سنگ شما حتما خوندی ناله خیزد روز وداع یاران. تو نسخه قدیم هست کس سنگ گریه آید روز وداع یاران. این دوتا گه پشت سر هم یه مقداری ثقیل میکنه تلفظ و یه آدمی اومده و اینو گفته خب گریه خیزد زیباتره که سنگ، ناله خیزد روز وداع یاران به جا گریه آید. و دیگه ما هم همین جور یاد گرفتیم که سنگ ناله خیزد. تصویر قشنگی. حتی من به شوخی حالا در این کلاس بارها میگم اگر حافظ بود من مجابش میکردم که در فلان مورد بیا و به جای این کلمه این کلمه رو بذار و میگم فکر میکنم اگه حافظم بود قبول میکرد. خلاصه اینها دائم دوچار
تغییرات می شده. یه نکته دیگه ای هم که بوده اینه که شعرا خودشون هم در شعر دست می بردن. این نکته رو خیلی وقت نیست که مصححین فهمیدند که حافظ خودش بعضی تغییرات رو در شعرش ایجاد می کرده و این دیگه جا افتاده بین مصححین، ولی من به این نتیجه رسیدم که خب فقط حافظ نبوده، که همین الان هم شعرا، من دوستان شاعری دارم که شعر رو میگن، مثلا قبلش میفرستن برای من میگن اینجا چه اینجوری گفتیم اینجوری هم گفتیم، منم یه پیشنهاد دیگه میدم اصلا اونو میذاره، یا اون پیشنهاد خودش میگم اون بهتره، و خب این ممکنه قبلش یه جور دیگه این شعر رو منتشر کرده باشه. از معاصرین خیلی از بزرگانمون مثلا اخوان گاهی زیر نویس میده، میگه که تو پا نویس میگه اینجوری هم حالا میشه گفت، و اتفاقا اگر این رسوم و این علائم سجاوندی امروز بود و این تکنیک های امروز بود، ما چه بسا اینا رو راحت حافظ میتونست بگه که مثلا این کلمه رو من اینجوری گفتم، مثلا زتاب جعد مشکینش، باز تو همون غزل، یا زتاب زلف مشکینش، و اون زلف یا جعد رو در پانویس بیاره، و ما امروز میفهمیدیم اینا هر دوش کار خود شاعره و زمانی بعدا تغییرش داد. اینها به همین حد نموند و یواش یواش خیلی زیاد شد، یعنی در هر یه بیتی شما حسابشو بکنین یک مورد فقط از این تغییرات باشه، اون وقت تو دیوان حافظ 4-5 هزار تغییر به وجود میاد. تازه اینها فقط موارد عادیه، ما در تصحیح اینا رو راحت میتونیم حد بزنیم که مثلا امن عیش درستتر از جای عیشه. چرا؟ چون یه قاعده ای کشف کردن مصححین، البته فرنگی ها کشف کردن، چون اونا هم این کارو میکردن. اصلا تصحیح یعنی همین. ببینید تصحیح در عامه ممکنه فکر کنن یعنی یه چیز غلطه میخوان درستش کنن، نه، تصحیح یعنی این که یه آدمی که میخواد متنی رو تصحیح کنه اون نسخه قدیم رو میذاره جلوی چشمش و از بین اونا سعی میکنه اون تحریفات رو کنار بزنه و به اصیل ترین صورتی که هست برسه. و یه قاعده داریم در تصحیح متن که اصولا هم درسته و اون قاعده اینه که ضبط دشوارتر برتر است، یعنی که اگر دیدید که یک بیت به دو صورت هست که یکیش اتفاقا راحتتر و روانتر حتی، بدونید که اون قاعدتا تحریف شده. چرا؟ چون هیچ آدم عاقل نمیاد یه ضبطی که ضبط یعنی اون موردی که در یه کتاب اومد، اون چیزی که دشواره رو، اون چیزی که آسونه رو دشوارش کنه. اگر حافظ گفته بود چه جای امن، آخه کی میومد بگه چه امن عیش؟ اونم در 30 تا نسخه. 30 تا نسخه میبینیم امنش داریم، 2 تا نسخه دارن جای امن، میفهمیم خب یه کاتبی، 2 تا کاتب خواستن اینو آسونش کن. خب این روند این تحریف ها چیز ناآشنایی نبوده برای قدیمی ها هم، و خداشون هم این نسخه ها رو مقابله میکردن و بازخوانی میکردن، و یه جایی که کاتب حواسش پرت شده یا یه چیزی رو نفهمیده اینا رو، اون تحریف ها رو درست میکردن، ولی بازم پر از تحریفه. و این کاری که امروز در ادبیات داریم و شما متنایی که میرین میبینین نوشته تصحیح فلان شخص، این اون کاریه که امروز به صورت جدید و روشمند ما انجام میدیم. قدیمی ها این کارو میکردن. در خود قرن نهم، یعنی یه قرن بعد از حافظ، ما فریدون میرزای تیموری رو داریم که اومد 500 نسخه از حافظ جمع کرد، دستور داد جمع کنن و مقابله کنن و به اصطلاح یه تصحیح، به اصطلاح امروز یه تصحیح از حافظ ارائه بدن، که خدا رو شکر همون نسخه هم امروز چاپ شده. آقای دکتر احمد مجاهد توسط دانشگاه تهران اون نسخه رو چاپش کردن. و باز برای اینکه بدونین چقدر این نسخه ها از بین رفته، ما امروز 51-52 نسخه بیشتر از قرن نهم نمیشناسیم، در صورت که اون موقع همون دور و برشون 500 تا نسخه از حافظ بوده تو قرن نهم،
و این دو تا چیزا نشون میده یکی چه اقبالی به حافظ شده از همون موقع، و دوم این که چقدر اینا از بین رفته، یعنی 95%، 90% اینا تقریبا 90%ش از بین رفته و میگم حدود 50 تاش به دست ما رسیده. خب این روند بود، همین جور کتابت میشد و همین جور دائم این اشعار تحریف میشد تا وقتی که دیوان حافظ در ایران که نه اولین بار در هند چاپ شد. و چجوری چاپ شد؟ اون موقع تکنیک کار چاپ سنگی بود که روی این سنگای صیقلی خورده، حالا با یه روش هایی اینا رو مثل سیستم امروز که مثلا با مهر میزنن تو این صفحات سنگی اینا رو مینوشتن و بعد میزدن رو اون برگا و اینا رو بهش میگن چاپ سنگی. خیلی از مردم هم اینا رو تو خونه هاشون دارن بعضن کتاب های چاپ سنگی و تصور میکنن نسخه خطیه. یه امتحان خیلی ساده ای که داره این کار اینه که اینا رو یه ذره با زبون اگر که تر کنن اینها چیز میشه، اینا اگر نسخه خطی باشه پخش میشه جوهرش، اگر نشد اونجوری البته باید مراقب باشه نسخه رو خراب نکنید، یه در حد نقطه یه جایی که خیلی مهم نیست کارو بکنن، نکردن هم طوری نیست. ولی خلاصه اون نسخه های سنگی اولین بار از حافظ در هند چاپ شد و خب اونام پر از غلط بود دیگه. و چرا؟ برای اینکه اونا یه نسخه خطی حافظ رو برمی داشتن و از روی اون دیوانه بر اساس اون چاپ میکردن دیگه. خب اینو به اصطلاح بهش میگن ترجیح بلا مرجح دیگه. تا امروز از حافظ 1700 نسخه خطی شناخته شده، 1700 تا نسخه خطی. تازه اینه ای که شناخته شده، چون کلیش ممکنه گوشه کنار تو کتابخونه های شخصی، تو حتی کتابخونه های کشورها باشه که ما خبر نداشته باشیم. مثلا ما آیا خبر داریم در آلبانی نسخه فارسی هست یا نه؟ کسی رفته ببینه یه نسخه افتاده اونجا تو موزه هم هست ولی تا حالا فارسی زبون نرفته بررسی کنه؟ این شناخته شده هاش 1700 نسخه است. من بر چه اساسی بیام و یه دونه اینا رو بگم آقا دیوان حافظ این است و جز این نیست؟ و اینها رو برای این میگم که شما بدونید که هی هر روز یه شعر جدیدی پیدا میشه، اینا نیاز به کارشناسی داره. اینجوری نیست که من یه دونه حافظ خطی پیدا کنم بگم این شعر هست تو این دیوان، مال خیلی وقت پیشم هست. بعد خیلی وقت پیشی که شما میگین با خیلی وقت پیشی که من میگم فرق داره. شما میگین یه نسخه پیدا کنم خیلی قدیمیه، بعد میبینیم مال 300 سال پیشه. 300 سال زمان زیادیه ولی نسبت به حافظ زیاد نیست، چون نسخه‌ای که ما داریم بعضیاش مال سال 900، مال 800 خورده ای، الان 801 کهن‌ترین نسخه تاریخ داره حافظه، 801 یعنی 650 سال پیش. بنابراین اون تعریف قدیمی هم باستی گذاشت کنار. خب مصحح میاد چیکار میکنه؟ میاد اول از همه بین اون نسخه ها دست به گزینش میزنه، چون این نسخه ها خیلیش معیوبه، خیلیش مغلوطه، خیلیش از رو هم اصلا نوشته شده. اگر از روی نسخه 10 تا نسخه نوشته شده بعدن، من اون نسخه بعدی ها رو که نباید معیار قرار بدم، اون نسخه مادر رو باید ملاک قرار بدم. مصحح میاد و این نسخه ها رو کنار هم میچینه و میگه آقا مثلا از این 1700 نسخه من 5 تاش به نظرم اصیله، 10 تاش اصیله، 15 تاش اصیله، دیگه بیش از این رقم که نیست که. و حالا اصلا بیشترم باشه، به هر حال 1700 تاش نیست. و اینها رو کنار هم میذاره بر اساس شیوه هایی که خودش داره، که دیگه اونای مباحث تخصصی شاید شما حوصله‌تون سر بره، بر اساس اون شیوه تعدادی از اونا رو کنار میذاره و بین اونها هم باز دست به گزینش میزنه. اولین گزینش که باید بکنه اینه که تشخیص بده بعضی از این تو همون هم شعرهای الحاقی و اضافه هست. یکی از مهمترین معیارها تاریخ در این مورد،
یعنی نسخه آخرش اصولا تاریخ داره، ولی خیلی وقت هم چون صفحه آخر می نوشتن اینها رو، اینا می افتاده به مرور زمان، فرسوده شده، افتاده، آب روش ریخته، نمیدونم پوسیده، موش خورده، بیت خورده، هزار و یه مصیبت هست در این، اینا می افتاده و بایستی که تاریخ هم تازه حدس بزنه از رو قرائن مختلف، جدول کشیش، خطش، کاغذش، انواع این چیزایی، دنیایی نسخه شناسی برای خودش و تشخیص بده که فلان نسخه معتبره، اصلا جعلی نیست، چون اینا تو این بازار نسخه جعلی هم خیلی هست دیگه. یکی الان پیدا بشه بگی آقا شما تا الان نسخه 801 میگفتین، من یه نسخه پیدا کردم 790 مال اون سالهای آخر زندگی حافظ، و اصلا اون نسخه رو باز ببین، و جعلی بودنش هم بایستی که تشخیص بده. باز یه مشکل دیگری که اضافه بر بقیه متون، اضافه بر مشکل تصحیح بقیه متون در دیوان حافظ هست، اینه که حافظ خودش ظاهراً تا جایی که میدونیم، تا جایی که اطلاعات زمانه حافظ به ما اجازه میده، خودش ظاهراً دیوانش رو جمع‌آوری نکرده بود. یعنی سعدی، نمیدونم فردوسی، اینا تا جایی که میدونیم و قرائن به ما نشون میده، ظاهرا خودشون نسخه‌ای نوشته بودن و بعدها مثلا اونو تقدیم کردن به دربار، به دربارها میدادن. به این معنی نیست این آدم های حکومتی و خود فروخته بودن، درباری یه جا مطمئنی بوده که میدونستن پول داره و تداومم داره، اینجوری نیست که شب بیاد خونش رو دوز بزنه یارو تمام بشه زندگیش بره، عرفی دیوان شعرش گم شد، بدبخت شد، دوباره نشست بنوشتن و بسیاریش یادش رفته، عرفی شیرازی، و از این بلا هم سر شعرا اومده دیگه، و میدادن به دربارها که اونجا استنساخ بشه و تکثیر بشه. و مشکل حافظ ظاهرا این بوده که یه مقداری چون این اشعار ممکن بوده که یه مقداری مثل که بودار بوده دیگه، بالاخره شعرهای حافظ حالا امروز خیلی گفتمانه عرفانی بودن شعر حافظ غلبه کرده، ولی زمان خود حافظ، متون هم عصر و بعد از حافظ، شعر حافظ و عرفانی نمیفهمیدن. این نکته ایه که من یقین دارم الان که میگم اصلا بعضی ها میخوان قطع کنن دیگه، بقیه حرف منو نشنون متاسفانه، ولی اجازه بدیم که حالا اون حرفایی که قبولم نداریم گاهی به گوشمون بخوره، ممکنه ما هم یه مدعیاتی داشته باشیم که باطل نباشه، و این چیزیه که تقریبا من تصور میکنم هر کسی که بی طرف دیوان حافظ رو بخونه قبول داره که حافظ شاعر عارف به اون معنی که عراقی و مولوی و اینا هستن نیست. هیچ تعصبی هم بنده ندارم، اگه تعصب داشتم میگفتم خب تو شعر مولوی هم مثلا می هست پس اونم عارف نیست و همین می رو میگه، نه مولوی اینجوری نیست، ولی حافظ هست دیگه. حافظ حالا بحثش خیلی پیچیده است، ولی همیشه من عرض کردم حافظ در پارادایم و در چارچوب عرفانی شعر میگه، ولی به هیچ وجه عارف و صوفی به اون معنی که رفته باشه دست ارادت به پیری داده باشه نیست، و اینو من مطلقا بر اساس هیچ گونه تعصبی نمیگم، بر اساس مطالعاتی که داشتم سالیان ساله و متونی که دیدم عرض میکنم و در اون موردم حرف زدم، مثلا یه سخنرانی من داشتم یه بار در دانشگاه اصفهان در همین مورد و متون تاریخیشو بردم که یه کسی که فاصله خیلی کمی با حافظ داره میگه که شعر حافظ در واقع اصلا میگه در خمریات ید طولایی داره، و خمریه شعریه که در ستایش شراب، و یکی از موارد دیگری که نشون میده که حداقل شعر حافظ و عرفانی به اون معنی نمیفهمیدن، مقدمه ایست که
محمد گلندام بر دیوان حافظ نوشت. محمد گلندام اولا تصور میشد که یه اسم مستعاره، چون خیلی عجیبه آخه این اسم چیه محمد گلندام، و فقط هم اول یکی از نسخه های دیوان حافظ بود تا اون موقعی که اولین بار در مقدمه حافظ غزنینی چاپ شد، یعنی اونجا مشهور شد. حالا به هر حال اون نسخه که نسخه خلخالی بود، این محمد گلندام هم کلاس بوده به نوعی و دوست بوده با حافظ و اون شعر حافظ رو جمع آوری کرده و در اون مقدمه یه چیزی میگه که خیلی عجیبه. میگه که ما در زمانی که با حافظ بودیم خیلی بهش اصرار میکردیم، سماع صوفیان بی غزل شورانگیز او گرم نشدی. و اون وقت ببینین این دوگانه بودن حافظ، هم اینی که اون موقع هم صوفیان شعرشو دوست داشتن، هم عرفا دوست داشتن، هم مجلس می پرستان بی نقل سخن ذوق‌آمیز او رونق نیافتی. یعنی همون موقع هم میگه که می پرستان هم در ضمن دیگه می پرست که اینجا عارف نیست که، داره میگه هم اونا هم اینا، میخواد دو گروه متضاد با همو بگه. میگه اینا دائم شعرشو میخوندن اما به واسطه محافظت درس قرآن. اینم باز جواب اونایی که فهم میکنن که حافظ نه بابا اهل این چیزا نبوده و حالا میگن یه قرآن و حفظ بوده و اصلا معلوم نیست، نه نه اینجا دیگه خیلی علنی داره میگه به واسطه محافظت درس قرآن و ملازمت بر تقوا و احسان و بحث کشاف و مفتاح، یعنی اینا تفسیرهای حافظ، و مطالعه مطالع و مصباح و تحصیل قوانین ادب و تجسس دواوین عرب، اینا نشون میده که حافظ چقدر مطالعه داشته دیگه. این سند ما حالا هی از شعرش نشون میدیم که آقا ببینین حافظ از چه چیزای اطلاع داشته، چقدر شعر میخونده. اینه برای کسایی میگم که امروز دو تا بیت شعر میگن، میگن نه شعر نخونی ذوقتون خراب میشه از بقیه کپی میکنی. خیر، یا میگن اگر مطالعه زیاد داشته باشین ذوقتون کشته میشه و نمیدونم مطالعات ادبی ذوق کشه و شعر خودآگاه میگید و اینو. دیگه این حافظ اینم سندش میگه آقا دائم داشت تجسس دواوین عرب میکرد، دائم داشت شعر عربی میخوند، داشت تحصیل قوانین ادب میکرد. دیگه اینا سند. به جمع اشتات غزلیات نپرداخت و به تدوین و اثبات ابیات مشغول نشد. یعنی ابیاتش پراکنده بود و غزلیاتش رو جمع نکرد و مسود این ورق، یعنی نگارنده، یعنی منی که اینو می نویسم، مسود یعنی سیاه کننده، یعنی این که داره این ورق رو سیاه میکنه، یعنی من محمد گلندام، عفالله عنهما سبق، خدا از گناهانش بگذره، در درسگاه دین پناه مولانا و سیدنا استاد البشر و فلان، یعنی حافظ، من در مجلس درسش به کرات و مرات که به مذاکره رفتی در اثناء محاوره گفتی که این فراید فواید را همه در یک عقد می باید کشید. میگه بهش میگفتم تو این شعرهایی که گفتی حفظ حیف اینها رو در یه رشته بکش، در یک عقد، یعنی در گردن بند اینا رو یه گردن بندش کن که مردم استفاده کنن، و این قرر درر را در یک سلک میباید پیوست تا قلاده جید وجود اهل زمان و تمیمه با شاه عروسان دوران گردد. و خلاصه حالا اینو میخوام بگم، و آن جناب حوالت رفع ترفیع این بنا بر ناراستی روزگار کردی و به قدر اهل عصر عذر آوردی، تا در تاریخ سنه اسنا و تسعین و سبع مئه ودیعت حیات به موکلان قضا و قدر سپرد و رخت وجود از دهلیز تنگ اجل بیرون بود. ببینین میگه بهانه‌ای که حافظ می برد، یکی این که می گفت روزگار ناراسته، بر ناراستی روزگار کردی حواله شو،
و به قدر، قدر با غین یعنی مکر، به قدر اهل عصر عذر آوردی. می گفت این مردم زمانه برامون اینا یه پاپوشی درست میکنه، یه مصیبتی درست میکنه. خب اگر شعر عرفانی بود که چه مشکلی بود که بخواد بگه قدر اهل عصر برای من مصیبت درست میکنه؟ یعنی خود حافظم به نوعی تفره میرفته که همه این شعر رو یه جا بخواد ارائه کنه، حالا یه شعر اینجا یه شعر اونجا، و میگفته حالا اینا باشه، ولی جمعش نمیکرد. و به جز این دیگه این صراحتا میگه حافظ خودش دیوانش رو جمع نکرد. جالبه که محمد گلندام در نسخه 801 که اخیراً که همین 7-8 سال پیش پیدا شد و جناب آقای بهروز ایمانی اینو چاپ کردن تو کتابخانه نور عثمانی، من حالا در طول این کلاس ها اگر میگم که نور عثمانیه، بدونید که منظورم اون کهن‌ترین دست نویس تاریخ دار حافظ که تا امروز هست منظورمه، آقای سید محمد تقی حسینی در ترکیه اینو نسخه رو برای آقای بهروز ایمانی گرفتن و تهیه کردن. ایشون ترکیه‌ان و ایشون هم چاپ کرد آقای بهروز ایمانی. به درد عامه مخاطبی نمیخوره چون خطیه دیگه، اون از رو اون نسخه خطی عکس گرفته، مرکز میراث مکتوب و در اختیار محققین گذاشته، ولی به درد محققین خیلی میخوره. در اونجا هم این مقدمه محمد گلندام هست و یکی از دلایلی که باز دیوان حافظ چاپ میشه، چون بعضی از دور میبینن میگن وای چقدر حافظ چاپ میکنه، اولا که این حرف غلطیه. مثل اینه که من بگم که این پزشکا، حالا من بدم میاد هی مثال بزنم و چون اصناف دیگم هی خودشونو به پزشکی میچسبونن، هر طور میشه میگن مگه شما از پزشکا میپرسین، ولی برای تقریب به ذهن عرض میکنم نمیشه که گفت چقدر شما هی هر روزی یا یه حرفی میزنید یا چقدر تو این مورد کار میکنین. خب علم همینه دیگه، علم همینجور باید پیش بره و قطعیتی هم نداره و یکی از دلایلش همینه، چون ما تا چند سال پیش اصلا از وجود این نسخه خبر نداشتیم و خب حالا که پیدا شد یه سند کهن نو یافته است. یعنی این سند 100 سال پیش، با اینکه 100 سال پیش ما به زمان حافظ نزدیکتر بودیم، ولی از این نسخه اطلاعی نداشتیم، گم و گور شده بود و حالا از توی کتابخونه تو ترکیه پیدا شد. خب وقتی این پیدا میشه، کسی که دیوان حافظ رو کار کرده دلش میخواد دوباره نگاه کنه ببینه این چه فرقی داره با اون چیزایی که کار کرد. حالا میام در روند تصحیح نسخ. عرض کردم تا سالها دیوان حافظ همین جوری کار میشد، یعنی اون روش های علمی تصحیح متن نبود. فضلا و ادبا حالا فوق 4 تا نسخه دیوان حافظ میذاشتن و از روی اونها یه چیزی چاپ میکردن و میشد دیوان حافظ. و خب اینو من خیلی هم با قطعیت امروز میگیم که اینا علمی نبوده. دلیلش هم این که هرچی نسخه قدیمی پیدا شد مشخص شد اونا غلط قلوت بوده دیگه. امروز کسی حافظ قدسی دیگه نمیخونه، برای اینکه اگر علمی بود، در صورت که کسایی که علمی کار کردن مثلا دکتر ایوازی، وقتی این نسخه نور عثمانی پیدا شد، ایشون دیگه حالا یادم نیست اصلا در قید حیات بود یا سالهای آخر حیاتش بود، ولی کلی از مواردی که ایشون پیدا کرده بود و حدس زده بود همین نسخه قدیمی تاییدش کرد، با اینکه اون موقع این نسخه نبود. یعنی روش علمی اتفاقا خیلی هم جواب داده در تصحیح. به هر حال اولین کسی که اومد و حافظ رو به روش علمی تصحیح کرد علامه محمد قزوینی بود. دستیار ایشون آقای دکتر قاسم غنی هم بود که این حافظ به حافظ غنی قزوینی، در واقع قزوینی غنی هم هست. این نکته هم آقای دکتر نوریانی به من گفتن که من هم همجور رو عادت میگفتم غنی قزوینی، نه قزوینی غنی، اصل کار علامه قزوینی بود. حالا لطف ایشون بود، آقای دکتر غنی پزشک بود و از تاریخ عصر حافظ مطلع بود، چون در این حال آدم سیاسی هم بود و قدرت و مکنتی هم داشت،
یه مقداری در این کارا کمکم کرد و از بزرگواری ایشون اسمشو گذاشتن روی جلد. و نه اینکه آدم کمی باشه، اون کتاب تاریخ عصر و حافظش بی نظیره، ولی به هر حال اصل این کار بر دوش علامه قزوینی بود. کتاب حدود 80 سال پیش در حدود سال 1320 چاپ شد و این شد اولین حافظ علمی که ما اولین تصحیح علمی، یعنی اگر شعری کنار گذاشته شد با دلیل بود، اگر نسخه ای ازش استفاده شد با دلیل بود، همینجور شانسی نبود 4 تا نسخه رو بیارن و بذارن. و این حافظ با حافظهای قبل از خودش خیلی فرق داشت و بسیار قدم بزرگی بود در امر تصحیح حافظ، و خب به همین دلیل هم بسیار ازش استقبال شد و کمتر از اینم از کسی مثل علامه قزوینی انتظار نمی رفت. و این حافظ تا سالها مرجع و محل مراجعه حافظ پژوهان بود. هنوز هم عده‌ای از حافظ پژوهان، از اون قدیمی ها به خصوص، میگن که قزوینی بهتره. من بودم پای حرفشون. یکی دو مورد رو میگن، میگن ببین اینجا هنوز این بهتره، مثلا در خانلری این بود، در قزوینی این بود، بنابراین این بهتره، این ضبط قزوینی، بنابراین قزوینی بهتره و این کارا بی خود بود بعد از قزوینی. ولی به هیچ وجه من اینا قبول ندارم. اگر یه مقایسه آماری دقیق بشه، میشه 4 تا رو گذاشت گفت بگوی که حالا مثلا اینجا هم قزوینی بهتر از خانلریه، ولی اگر یه مقایسه آماری بشه و بنده این کارو کردم، همونها فکر میکنم انصاف بدن که بله شاید 4 تاش اون بهتر باشه، ولی در مجموع خانلری خیلی رو به جلو بود. حالا بهتون میگم که داستان خانلری چی. به هر حال متاسفانه علامه قزوینی کمتر از 10 سال بعد از چاپ این حافظ متاسفانه از دنیا رفتن و برخلاف بقیه مصححین دیوان حافظ دیگه نتونست علامه قزوینی تغییراتی در دیوان حافظ خودش بده، چون همون موقع هم یه ایراداتی گرفتن یه جایی و گفتن که اینجا مثلا چرا به این صورت اومده. و ما حالا در طول این خوندن این غزل ها بهش اشاره میکنیم. بعد از اون آقای دکتر پرویز ناتل خانلری اومدن و دوباره دست به تصحیح حافظ زدن. اولین سوال این که چرا دوباره تصحیح کردن؟ چون همین روندی که امروز هم هست اون موقع هم بود، نسخه هایی پیدا شد که اون موقع در اختیار علامه قزوینی نبود. یعنی اگر خود قزوینی زنده بود و اون نسخه رو میدید، خودش تجدید نظر میکرد، میدید اینجا تحریف شده و خب بایستی که اصلاح بشه دیگه. ولی متاسفانه عجل مهلت نداد. دکتر خانلری هم 2-3 بار ویرایش کرد و کار درست همینه، یعنی بعد از اینکه چاپ کرد نمید بگه مرغ من یه پا داره، جایی که ایراد گرفتن یا خودش یه جایی به نظرش رسید دوباره اصلاح کرد. برای همین اینو برای کسایی میگم که کتابهای قدیمی، کتاب بازایی که دنبال اون چاپ اولن همیشه. یه چیزی هم یه موقع من نوشتم تو اینترنت بگردین هست که آیا دیوان حافظ سانسور شده؟ نه بابا، اتفاقا حافظ خانلری که بعد از انقلاب چاپ شده خیلی بهتر از اون چاپ های قبل از انقلابه، چون اون آخرین تغییرات دکتر خانلری درش هست. اونا یه سری ایرادایی که گرفتن رو قبول کرد و تو چاپ های بعدی اعمال کرد. خلاصه پس دومین تصحیح معتبر به لحاظ زمانی تصحیح دکتر پرویز ناتل خانلری، که خود این دوباره یه قدم بسیار بزرگی بود، بسیار خوب بود و کلی از اشکالاتی که چاپ قزوینی داشت رو برطرف کرد. انتشارات خارزمی اونو چاپ کرده. اینو برای این عرض میکنم که چون چاپ قزوینی خیلی جا افتاد، قزوینی غنی، بعدها دیگه هر کی هر حتی چاپای پر از غلط هم روش می نوشتن قزوینی غنی، چون مردم به گوششون خورده بود و اینه به عنوانی تبلیغ روش می زاشتن. اما چاپ اصلی که هست اون چاپیه که انتشارات زوار کرده، تازه قبلش هم یه چاپ شده، ولی اون چیزی که در اختیار هست و
اصلی است اونیه که انتشارات زواره که با خوشنویسی مرحوم ابراهیم زرین خطه. من یه یاد داشتی هم دارم که اینها رو اگر الان نمیرسین که اینا رو یادداشت کنین، اون یاد داشتم هم میذارم در کانال و از اونجا نگاه کنین که دقیق بهتون ارجاع دادم که از اون انتشارات بخرید یا همونو معتبرش انتشارات اساطیر اومد چاپ کرد، یعنی چاپ قزوینی اون معتبرش انتشار زواره و اساطیر، بقیه چاپ ها عموما خیلی چیزای محل اعتمادی نیست. چاپ انتشارات اساطیر به صورت حروفی دیگه نص تعلیق نیست و شاید برای بعضی ها خوندنش راحت تر باشه. جالبه تو همون تغییر از روی نستعلیق مرحوم زرین خط خطاتش ایشون تو همون تا اومدن به صورت حروفی چاپ کنن در انتشارات اساطیر مدیریت محترمش آقای عبدالکریم جربزه‌دار، تو همون هم یه سری غلط هست که اینا رو توی مقاله ای تو مجله آینه پژوهش زمانی من بعضی هاشو تذکر دادم که اینا رو اشتباه نوشتن. یعنی ببینید در همین عصر مدرن با این همه امکانات باز از اون اشتباهات پیش میاد. برگردیم به بحثمون. آقای دکتر سلیم نیساری، جالبه در تبریز ما خیلی در آذربایجان خودمون خیلی حافظ پژوه داریم، حافظ پژوهای بسیار بزرگ از دکتر سلیم نیساری، دکتر منوچهر مرتضوی، دکتر محمد امین ریاهی، دکتر رشید ایوزی و خیلی های دیگه. ایشون هم یکی از همون هاست و ایشون اومد یه کاری که کرد که بسیار کار بزرگی بود، اومد گفت معیار ما قرن نهم باشه که نزدیکترین عصر به عصر حافظ که قرن هشتمه و از روی اون نسخی که در قرن نهم بود اومد یه گزارشی داد. یعنی چه؟ یعنی اومد تک تک این نسخه ها رو کلمه به کلمه با دقت فراوان در دو جلد کتاب با جدولای مخصوص اومد ارائه کرد و این دو جلد به اسم دفتر دگرسانی ها در غزل های حافظ توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی چاپ شد. یعنی شما اگر این دو جلد رو داشته باشین گزارش 50 نسخه خطی دیوان حافظ رو دارین. باز این خیلی به درد مخاطب عام نمیخوره ولی برای کسایی که بخوان تخصصی تر نگاه کنن، دیوان حافظ باز میکنن از همون غزل اول میبینن بیت به بیت نوشته، مثلا اینجا حتی غلط های املایی هم ایشون روایت کرد که در فلان نسخه مثلا این کلمه رو تو مثلا تو همون غزل اول الا یا ایها الساقی و دو نسخه الف ایها الساقی رو ننوشتن، یه نسخه نوشته الا ایها الساقی یاشو انداخته در این حد، یه نسخه چه خون افتاد در دلها رو نوشته چه خان افتاد در دلها، ایشون در این حد دقیق اینها رو اومده روایت کرده و دگرسانی یعنی همین تغییرات و تحریفات در دو جلد اومد و اینو ارائه کرد و خودشون هم جداگونه دیوان حافظ رو تصحیح کردن که جزء تصحیح های معتبره. من راستی زمانی به تبعیت از تا حدودی به تبعیت از استاد بهاءالدین خرمشاهی میگفتم این 5 تصحیح دیگه همه جزء برترینان و دیگه نمیشه گفت کدوم بهتره یا کدوم بدتر، ولی الان که باز خیلی آماری تر و دقیق تر و ریز تر اینا رو بررسی کردم، این 5 تا رو کماکان میگم بهترین تصحیح ها، ولی دیگه نمیگم که نمیشود گفت که کدوم یکی از این تصحیح ها از اون یکی بهتره. من الان در ذهنم اینا رو تفکیک دارم که به نظرم بهترین تصحیح از این 5 تصحیح قزوینی، خانلری، ایوزی، سایه و نیساری به نظرم بهترین تصحیح
از دکتر عیوضی، بعد دکتر خانلری، بعد دکتر سلیم نیساری، بعد سایه و بعد قزوینیه. یعنی اگر بخوام اینا رو اول تا پنجم درجه بدم به این ترتیبه، ولی فعلا داریم به ترتیب تاریخی میام. باز دکتر سلیم نیساری چندین بار دیوان حافظ رو تصحیح کردن، خدا رو شکر روحیه علمی داشتیم بزرگوار هم، و ایشان هم بسیاری از موارد و اشکالاتی که بهش گفتن رو قبول کرد و در چاپهای بعدی اصلاح کرد. اگر چاپ دکتر سلیم نیساری رو بخواید بخرید، بهترین چاپش اونیه که انتشارات سخن چاپ کرده و دیگه الان هم خیلی سال ازش گذشته، ولی تا مدتی پیش انتشارات سخن اینو سال 87 چاپ کرد، چاپ دومشو، ولی تا مدت پیش در انبار داشت و با قیمت خیلی پایین میداد. مسی که دیگه چاپش تموم شده، ولی حالا میتونید سراغ بگیرید. یعنی دکتر سلیم نیساری بازم چاپ داره از حافظ، ولی بهترینش این انتشارات سخن. بعد دکتر رشید عیوضی، دکتر رشید عیوضی که همین سالهای اخیر متاسفانه در دهه 90 از دست رفتن، ایشون هم استاد دانشگاه تبریز بودن، متاسفانه ایشون هم بعد از انقلاب به اجبار بازنشست کردن و از اون لکه های ننگیه که بر دامن این بازنشست کنندگان اینها تا ابد خواهد بود که همچی بزرگانی رو، در واقع دانشگاه رو از وجود اینها محروم کردن. و ایشون هم سه مرتبه دیوان حافظ تصحیح کرد. دفعه اولش یه کار مشترک بود و با دکتر اکبر بهروز، و اون دفعه اولیه در واقع به اون صورت تصحیح نبود و نسخهاشون هم خیلی کم بود و تصحیح اصلا دلچسبی نیست. و بعد یه دور در قم دوباره جداگونه ایشون حافظ رو تصحیح کرد که خیلی بهتر بود، و دفعه سوم به تنهایی انتشارات امیرکبیر در یک جلد، اون که قم چاپ کردن دو جلد بود، به تنهایی در یک جلد دیوان حافظ بر اساس 9 نسخه کامل کهن، بر اساس نسخه های از سال 813 تا 827، باز میگم یه سری از این نسخه بعد از کار ایشون پیدا شد. متاسفانه این دیوان هم امروز نایابه و انتشارات امیرکبیر هم دیگه چاپش نکرده. در این دیوان های موجود بهترینش اینه، و باز متاسفانه چون اون دو چاپ اول و به خصوص چاپ اول خیلی خوب نبود، خیلی جدی گرفته نشد، ولی و خود منم اوایل خیلی جدی نمی گرفتم، ولی بعد دیدم که نه، بسیار بسیار تصحیح درست و حسابی و روشمندی است این کاری که دکتر عیوضی کرده، و واقعا تصحیح عالی. تصحیح بعدی از استاد هوشنگ ابتهاج ه الف سایه است که به حافظ به سعی سایه مشهوره. تصحیح استاد سایه بیشتر مبتنی بر چاپ قزوینیه و خودشون هم در مقدمه اینو انکار نکردن، نمیدونم مثل که 83 درصدی هم چیزی گفتن من از قزوینی پیروی کردم، و این به نظر من اشکال بزرگ کار ایشونه. ولی باز به هر حال تصحیح حافظ سایه هم بسیار حافظ خوبیه و به هر حال نسبت به قزوینی یک قدم رو به جلو بود، ولی میگم نظر بنده شخصا اینه که اون ستا بهتر از سایه، نیساری و عیوضی و خانلری. یه حسن دیگه ای هم که داره چاپ سایه اینه که بسیار شکیل و زیبا هم چاپ شده حافظش، چون نشر کارنامه مرحوم محمد زهرایی اینها رو صفحه‌آرایی و طراحی کرد و اون موقعی که کامپیوتر نبود و اینجور گسترده نبود اینها رو، اصلا داستانی داره، یه موقعی تو مجله مهرنامه اگه اشتباه نکنم یه شماره برای همین در آوردن و درباره این چاپ مرحوم زهرایی از دیوان حافظ سایه، واقعا یه اتفاق بود به لحاظ ظاهر و چاپ شکیلش.
و به هر حال هم جز حافظای برتریه که ما میدونیم و میشناسیم. باز در همون یادداشت که عرض میکنم بنده نوشتم که اگر کسی بخواد که فقط یه دونه حافظ بخره، باز من یه توصیه میکنم که حافظی که آقای بهاءالدین استاد خرمشاهی، استاد بهاءالدین خرمشاهی و مرحوم هاشم جاوید، این مرحوم هاشم جاوید هم تازگی از دست رفت، در شیراز وکیل بود و متاسفانه فوت کردن. یکی از دوستان آقای مجید دهخانی هم لطف کردن یه تعدادی از کتابای ایشونا خریده بودن و برای بنده لطف کردن و به عنوان هدیه پست کردن، و بعضی مثلا دیوان حافظشون همونی که خود استاد دستش بوده پیش من الان. آقای خرمشاهی و جاوید، البته خود ایشون هم میگفتن بار اصلی به دوش مرحوم جاوید بوده، اومدن و این پنج حافظی که ما گفتیم به اضافه یه حافظ مرحوم جلالی نائینی کار کردن با مرحوم دکتر نورانی وصال که ایشون هم استاد دانشگاه شیراز بودن، و نسخه خلخالی. این هفت تا حافظ رو اومدن و در یک جلد ارائه کردن، یعنی متن غزل رو گذاشتن زیرش، مثلا نوشتن که خا یعنی خانلری، عین ب گذاشتن یعنی ایوزی و بهروز، یعنی اون چاپ اول، یا نون یعنی نیساری، و به همین ترتیب اومدن اینها رو تو زیر نویسا توضیح دادن تو پانویس که آقا مثلا در اون چاپ هست که به زلف زتاب زلف مشکینش، تو اون چاپ هست زتاب جعد مشکینش، و اینها رو به این صورت اومدن و به دست دادن. و از این جهت خیلی عالیه که ما در یه دونه حافظ همه اون حافظای معتبری که عرض میکنیم و داریم، و منم در جایی اینو نوشتم و الان هم تجدید چاپ شده این حافظ آقای خرمشاهی، انتشارات فرزان روز، و اگر میخواین اینم میتونین بگیرین. و البته توضیح هم بدم این کار یه اشکالی هم داره که خب اشکال کمی هم شاید نباشه، و اون اینی که روایتی که از ایوزی و نیساری دادن مال اون چاپای قبلیشونه که خیلی اشکال داشت، یعنی درست این بود که به این چاپای جدیدترشون ارجاع میشد و دیگه ارجاع نشده، و من همه اون موارد رو جمع کردم و امیدوارم یه روزی دوباره از نو یه حافظه اینجوری چاپ کنم خودم، ولی حالا قدر اهل زمانه با اینا اجازه نمیده، ولی در فکر هستم که این کار رو انجام بدم، چون اون مواردی که عرض میکنم حدود 1000 مورد میشه، در هر غزل دو تا که حساب کنیم میشه 1000 مورد، خیلی عدد اغراق شده این نیست، اگر بیش از این نباشه که فهم کنم بیشتر، ولی به هر حال این حالا به درد شما میخوره. این رو هم عرض کنم که اینایی که من تا الان گفتم اینها همه تصحیح بود، شرح حافظ نبود، چون شما ممکنه در ذهنتون باشه که خب پس چرا حافظ خطیب رهبر رو نگفت، چرا حافظ خرمشاهی رو نگفت، چرا سودی رو نگفت، چرا هروی رو نگفت. اونها میفته به جلسه آینده، من عرض کردم نمیدونم 2 یا 3 جلسه اول به اینها میگذره که الان شد 3 جلسه. یه دو تا دیگه حافظم من برای شما میگم که ممکنه شما شنیده باشید و الان براتون سوال باشه. یکی حافظ مرحوم احمد شاملوه که خیلی سر و صدا کرد در زمان خودش، و خب شاملو هم یه چهره جنجالی بود، شاعر بزرگی بود، در اینش من تردیدی ندارم، و چون دشمنم زیاد داشت خیلی این حرفا رو باور نکردن، یا خیلی ها محاسن کارشو ندیدن، یعنی اتفاقا من خودم یکی از اونام، صادقانه به شما عرض کنم که محاسن کار شاملو رو ندیدم و مدت ها طول کشید تا بالاخره
اونسی گرفتم. مثلا یکی از محاسنش اینه که فاصله گذاری کرده بین ابیات و با این کار موضوعی شعرهای حافظ رو جدا کرده، یا یه چیزی که خیلی بهش ایراد گرفتن استفاده از علائم سجاوندی بود، یعنی گیومه و علامت تعجب و علامت سوال و اینا گذاشته بود و خیلی ها ایراد گرفتن، هنوزم از استادای خود من ایراد میگیرن به این کار و من حاضرم مناظره بذارم در این مورد با هر کسی که خواست و محاسن این علائم سجاوندی رو توضیح بدم. اینی که ما بگیم که این در قدیم نبوده و حالا هم نباید استفاده بشه، من یکی راستش اصلا قبول ندارم. خب در قدیم چاپم نبود، پس ما نباید چاپ استفاده کنیم. میگن که قرائت رو محدود میکنه، مثلا میگن یه چیزی رو هم میشه سوالی خوند هم میشه اخباری خوند و مثلا خمشکن نمیداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی. میگن اینو میشه سوالی هم خون. خمشکن نمیداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی. میگن خب اگر اینا علامت سوال بذاریم دیگه اونجور اخباریشو نمیشه خوند. بنده برای این مورد در همین دیوان کمال اسماعیل که تصحیح کردم و چاپ شد یه راه حلی پیدا کردم، اونم یه خط مورب بود، یعنی اینی که یه علامت سوال گذاشتم یه خط مورب گذاشتم و یه نقطه هم اونور گذاشتم، یعنی آقا هم میشه سوالی خوندین و خط مورب در واقع یعنی یا. این علائم سجاوندی اگر آشنا بشین باشه اینقدر خوندن متن رو راحت میکنه که خدا میدونه. و این یعنی یا، بنابراین این بیت رو هم میشه پرسشی خون هم میشه اخباری خون. خب این بهتره یا اینی که ما اینو نذاریم؟ بله برای منی که تصحیح میکنم خیلی راحت تره، چون وقتی اینو گذاشتم اگر چیزی ها غلط خونده باشم معلوم میشه، ولی اونجوری معلوم نمیشه. ولی من وظیفه دارم اینو بذارم دیگه. حالا یه جای من اشتباه خوندم، خب من که مانع خوندن شما نمیشم که، شما اینا رو ندیده بگیرید و خودتون هر جوری دوست دارین بخونید. ولی وقتی من اینا رو نذارم که شما نمیتونین اینا رو تو ذهنتون ایجاد کنه، اصلا ممکنه به ذهن ما نرسیده باشه که راستی اینو میشود که پرسشی هم خواند یا اخباری هم خواند. و فقط یه حسن شما هم بگم که اگر قدما داشتن، همونی که گفتم اگر پانویس داشتن، ببینین ما چقدر امروز کارمون راحت بود، یا همه خط مورب اگر داشتن که حافظ میگفت زتاب جعد مشکینش یا زتاب زلف مشکینش و یه خط مورب میذاش، یعنی آقا هم جعد و من گفتم هم زلف و این کار کاتب نیست، کار منه. و تازه به شما بگم در نسخه قدیم هم گاهی از این علامت ها هست، ما امروز خیلی باش آشنا نیستیم، یه علامت هایی هست که اینا علامت های اختصاریه و مثلا نقطه شک اون گوشه میذارن که من این نقطه این چیزا نفهمیدم. این ربایی هم میگه که هر چند کار خود خبردار نیم، بیهوده تماشاگه بازار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم اگرچه برکار نیم. نقطه شک همینه میذارن که آقا نفهمیدیم این چی چیه. و خیلی از این علامت ها هست، یعنی قدیمی ها هم داشتن. و یکی دیگه از این محاسن این کار، شما تصور کنید فقط گیومه رو قدما داشتن، ما چقدر ابیات حافظو میتونستیم بفهمیم که، چون خیلی ها شما شک داریم اینو واقعا از کسی اقتباس کرده یا نه، اگر گیومه بود و این گیومه ها رو میذاش ما میدونستیم امروز که آقا حافظ اینو پیش از خاجو مثلا گفته، چون یه مصرعی هست هم تو حافظ هم تو خاجو، خب اگر گیومه بود ما میفهمیدیم اینو از خاجو گرفته و اگر نذاشته میفهمیدیم از خاجو نگرفته. یا مثلا اگر شعر سعدی و گیومه نذاشته بود ما راحت میتونستیم بگیم که آقا این میخواسته برو خودش نیاره از سعدی گرفته مثلا، یا اصلا توارد بوده این فکر نمی کرده مال سعدی باشه. و از این موارد فراوانه، یعنی این علائم سجاوندی بسیار کاراست
و تو نقل قول ها هستن. ما خیلی جا غزل حافظا نمیدونیم که این تا کجاش نقل قول مثلا پیر مغانه، مثلا تو اون غزل در سرای مغان رفته بود و آب زده. اگر اینا گیومه بود اصلا بیتاش هم دیگه نمیشد جا به جا کنی، همش اینا تو گیومه قرار میگرفت. بسیار فواید داره، بله، برای هر چیزی میشه یه اشکالاتی هم پیدا کرده و بگوی که فلان مورد این اشکالو داره. من ضمن احترام به عزیزانی که نظرشون اینه، نظر من اینه، به قول حمیدی شیرازی، سواب شعر خلافی میانه ما نیست. درباره اختلافش با نیما میگه که ما اختلافی در شعر داریم. اینه هم که میگم خیلی از بزرگان، از استادای خود من، معتقدن این علامت ها نباید گذاشته بشه، ولی امروز من نظرم اینه. حالا اونها هم لابد دلایل خودشونو دارن، ولی این دلیلی که در قدیم نبوده امروز هم نظریم نیست. به هر حال حافظ شاملو جز اون حافظای خیلی مشهوره و اصلا هم خوب نیست. اینم تازه بگم یه محاسنی داشت، اینا ای به می جمله بگفتی هنرش نیست بگو، من اول هنرشو گفتم، ولی نه، در مجموع حافظ خوبی نیست. و اینو من به دلیل حب و بغضم به شاملو نمیگم، من شعرهای شاملو رو خیلی شو لذت میبرم، ولی کار تصحیح اصلا بلد نبوده. اینم فکر نکنین باز من باب غرض ورزی میگم یا میگم چون شاملو بی سواد بوده. ببینین تصحیح یه امر دیگه ایه، یعنی اینجوری نیست اگر طرف ادیب باشه مصحح خوبی هم هست. استاد زرین کوب که دیگه بی سواد نبود، ولی تصحیح سنک گفت تصحیح کار من نیست. از قدیمی ها ادیب پیشاوری تاریخ به حقیقت تصحیح کرده، خیلی هم بده، چون روش های تصحیح ها بلد نبوده، چون از خودش چیز اضافه میکرد، یعنی ربطی به سواد به اون معنی هم نداره، سواد تصحیح نداشته. البته شاملو سواد ادبیات کهن هم به اون صورت نداشت. این حالا دیگه اون بحث ما نیست اینجا. و اینم بگم، من خیلی از دوستان به من میگن اینا رو اینجور صریح نگو، من نمیفهمم چرا. خب نظر من اینه، حالا شما میتونه قبول نداشته باشین، ما دعوایی نداریم، واقعا متوجه نمیشم این دعوایی که تو فضای مجازی مثلا به خاطر یه اظهار نظر پیش میاد. حالا من نمیگمم که قسمم نمیخورم، میگم نظرم اینه، نمیدونم، شاید من غلط میگم، ولی با توجه به شناخت و مجموعه اطلاعاتی که دارم اینو دارم عرض میکنم که این مثلا درباره حافظ شاملو اینه. یه مقاله مفصلی هم آقای خرمشاهی همون موقع که این چاپ شد نوشتن و بسیاری از اشکالاتش رو نشون دادن و بسیاری اشکالات دیگه در حافظ شاملو هست که در اون مقاله گفته نشده. یکی از اشکالاتی که در حافظ شاملو هست وجود غزلیات بسیار سخیف حتی به نام حافظ و نیامدن بسیاری از غزلیات درجه یک حافظه. ایشون اشعار ملمع حافظ، یعنی اینایی که فارسی عربیه رو، اینا رو خیلیش نعی بردن دیگه، اشکال از این بزرگتر. ظاهرن هم چون شاملو از عربی خب بلد که نبوده زبان عربی و خوشش هم نمی اومده، ظاهرن به این دلیل نعی برده دیگه. آخه این دلیلی بالاتر از این. و شعرهای سست که عرض می کنم، یا سانسور، یهو حالا چشمم افتاد به این، تو این غزل ساقی حدیث سر با گل و لاله می رود، این بحث با سلاسه قصاله می رود. یه بیت داره، باد بهار می وزد از گلستان شاه، و از ژاله باده در قدح لاله می رود. زمان شاه این شاه ها رو حکومت خیلی به خودش می گرفت و خب اینا هم جز مبارزین بودن، خوششون نمی اومد، ورداشتن اینو، ورداشته سانسور کرده. باد بهار میوزد از گلستان کنون، میگه چرا گفته گلستان شاه، به روحش هم نه بود، همینجوری زیر پوستی عوضش کرده.
خب دیگه کار از این وحشتناکتر اصلا داخل سانسورا یه بده که همه جا باید بد باشه، یا چیزایی آورده که تو نسخه قدیم حافظ نیست. حالا گاهی هم خوبه اتفاقا، ولی نیست. این بهتر از اونه که حافظ گفته، از همون است که میگم میشه توجیهش کرد حافظو که شاید این بهتر باشه. مثلا می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنه. این همه جا تو نسخه حافظ هست، چون نیک بنگری. شاملو آورده گر نیک بنگری. خب گر با بنگر خب تناسب داره، قشنگ هم هست، ولی نیست در نسخه حافظ. و شاملو میگفته من میتونم، من شاعرم و حس شاعرانه دارم. یا مثلا این غزل رو انصافا ببینید، بلبلن در ناله و گل خنده خوش میزند، چون نسوزد دل که دلبر در وی آتش میزند. زاهدا از تیر مژگانش حذر کردن چه سود، زخم پنهانم به ابروی کمانکش میزند. ناخوشی ها دیدم از زاهد پشمینه پوش، من غلام مطربم کبریشم خش میزند. محتسب با ساغر رندان شکستن روز و شب، باده سرخ از صراحی منقش میزند. حافظ عاشق به رغم زاهد دنیا پرست، باده نوشین به روی یار مهوش میزند. این غزل سست و به اسم حافظ ورده، هیچ جا هم نیست به اسم حافظ، هیچ جا نیست که در جای معتبر نیست. و خب آخه چه کاریه این؟ یا غزله مثلا گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود، گفتا چه توان کرد چه تقدیر چون این بود، یا که تقدیر چون این بود. غزل زیبایی هم هست ولی مال سلمان ساوجی. و اینا همش مال همینه که میگفت من ذوقی، من شاعرم، خودم بلدم چیکار کنم، خودم میفهمم که حافظ چه جوری گفته و چه جوری بایستی بگه. باز از تصحیح های خوب حافظ که به نسبتم اونقدی که بایستی که مطرح بشه مطرح نشده، حافظه آقای دکتر سید محمد راستگوه. ایشون فقط اشکال کارش اینه که باز ایشون هم به ذوق بیش از حد اتکا کرده، ولی در حافظه ایشون هم بسیار موارد خوبی هست. نشر نی چاپ کرده و جزء حافظه خوبه. حافظه دکتر یحیای غریب حافظ خوبیه. اینا دیگه امروز خیلی هم در بازار نیست. حافظ انجوی شیرازی هم زمانی خیلی مشهور بود و چون کشف الابیات هم داشت و اون موقع گشتن ابیات و پیدا کردنش و اینام دشوارتر بود، اونم مطرح بود. ولی نه، اونم حافظ ذوقیه بر اساس روش و به اصطلاح متد علمی تصحیح انجام نشده. باقی این گفته آید بی زبان در دل آن کس که دارد نور جان. امیدوارم که در جلسه بعد شعرهای حافظ رو معرفی کنیم و بعد دیگه بپردازیم به غزلها. امیدوارم که ملول نشده باشید و اگرم ملول شدین دیگه صبر کنید تا این جلسات همون بشه و وارد شرح غزل ها بشیم. و پوزش میخوام از پرگویی. زنده باشید.